گفت اگه تا آخر تابستون زنده از کریزک اومدید بیاین، اومدید زنده اومدید بیرون، تازه میگین کریزک کجاست. از سوی هر کسی که آسیب اونها وارد شده بدانن که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست. مسعود علیزاده هستم، متولد 1362. پدرم موقعی که 17 سالم بود فوت کردش. در همون زمان مجبور شدم برم کار کنم و خرج خانواده هم بدم، از تحصیل محروم شدم. خب من خودم تو مشاوره املاک کار میکردم تا قبل از اینکه بخوام دستگیر بشم. بازار حالا مسکن و همه چی، کسایی که اومدن شما واقعا همه گلگی میکردم، وضعیت خیلی خراب شده بود. تا اینکه سال 88 شد، خب ما می‌خواستیم تغییراتی تو کشورمون ایجاد بشه. بالاخره تنها کسی که میتونست به این روند خاتمه بده آقای مهندس بن حسین موسوی بودش. خب من به همراه دوستانمون که تو اونجا بودیم، اون بنگاهی که من کار میکردم اونجا، خب اونجا رو کردیم صداد آقای مهندس بن حسین موسوی و شروع کردیم به فعالیت. نتیجه انتخابات معلوم شد، آقای احمدی نژاد با آرای خیلی زیادی برنده انتخابات شد و واقعا شوک زیادی بر ما بود. همه ما اعتراض داشتیم، نه آدم سیاسی بودم، میخواستم وضعیت کشور خوب بشه، نه سلاح دستم داشتم، فقط یک دستبند سبزی که الان دستم همین دستم بود. تا اینکه روز 18 تیر بودش، خب ادواره برای اعتراض رفته بودیم، مردم خیلی زیاد بودن جلوی دانشگاه تهران، رد شدم، لباس شخصی ها خیلی بودن، بعد یه عده لباس شخصی بودن منو دستگیر کردن بردن یه جایی، منو خیلی میزدن، خیلی منو میزدن. من گفتم بگو دیکتاتور کیه، من هیچی نمیگفتم، فقط کتک میخوردم. چشمن زده بودن، دستام من پشت بسته بودم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. آقای حیدریفر بازپرس پرونده بودش که برگشت گفت عده ای از شما میرید زندان اوین، عده ای میرید کریزک. یکی از دوستام برگشت گفت کریزک کجاست، گفت اگه تا آخر تابستون زنده از کریزک اومدید بیاین، اومدید زنده اومدید بیرون، تازه میگین کریزک کجاست. خوف عجیبی ما رو گرفت، مثلا واقعا همه ترسیده بودیم ما رو کجا دارن میبرن اینا. 10 کیلومتر تو خاکی رفتیم و یه دژبانی رد کردیم و رفتیم جلو، دیدیم یه سوله بوده، یه پادگان خیلی کوچیکی بودش که نگه اونجا بازشگاه کریزکه. بودن یک ساعت جلو تو همون اتوبوس بودیم، هوا خیلی گرم بودش. خب مسئولین بازشگاه کریزک ما رو پذیرش نمی‌کردن به خاطر کمبود جا. وارد اون بازشگاه شدیم، وسایل ما رو تحویل گرفتن و در جلوی یکدیگر ما رو همدیگر رو اوریان کردن. خب این صحنه خیلی برای ما بد بود که ما باید جلوی این همه آدم لباسامون رو در بیاریم، لباسه زیرمون رو بریزیم دور و همه بدن اوریان ما رو ببینن. به گفته خودشون به خاطر اینکه بهداشت رعایت بشه این کارو کرده بودن. ما رو وارد قرنطینه یک کردن، حدودا 60 متر بودش اون قرنطینه و ما حدودا 136 نفر بودیم، جا خیلی کم بودش. نه هواکش داشت، دستشویی‌هاش فاقد در بودش. بچه‌ها زخمی بودن موقع دستگیری توسط لباس شخصی ما، نیمه زمین کتک خورده بودن، یه سری از درد ناله می‌کردن. آبی اونجا بودش که آب چاه بود و اون آب بو می‌داد و ما به خاطر اینکه زنده بمونیم مجبور بودیم اون آب بنوشیم، چون آبش هم واقعا بوی بدی می‌داد. ولی خب برای زنده بودن من فهمیدم انسان دست به هر کاری می‌زنه. فرداش شدش و ما رو به زور آوردن بیرون با لیست لولای پی وی سی بودش، ما رو میزدن میریختن وسط حیات. آسفالت خیلی داغ بود، ما همه پاورانه بودیم، هیچی نداشتیم. میمدن شکنجه میکردن ما رو تو آسفالت داغ، چهار دست و پا میبردن و سواره هم میکردن. به گفته ماموران نیرو انتظامی که اونجا خدمت میکردن، میگفتن کریزک آخر دنیاست و من واقعا بعضی ما فکر میکنم میگم ما آخر دنیا رفتیم و برگشتیم. بس که آقای کروبی هم مطرح کرده بحث تجاوزات تو کریزک بودش که خب خیلی هم جنجال داشت این موضوع. خب این موضوع خب بود، من موقع که تو اون بادشگاه بودیم، خب این مجرمای خطرناک خب بهم تجاوز میکردن، به یک شخصی تجاوز میکردن، ما به چش اینا رو میدیدیم و بچه‌ها بعضی موقع جرئت نمیکردن برن داخل اون دستشویی بخوان آبی بخورن و ساعت‌ها تشنه بودن به خاطر اینکه اینا کارشون تموم بشه. اگه تعداد ما کم بودش 100% به بچهای ما و خوشات به خود منم تجاوز میکردن تو اون بادشگاه. خب شب سوم بودش، بعد اون موقع استوار دستور داده بود به محمد کرمی، معروف محمد تیفیل، غیر نظامی، وکیلوند بازشگاه کریزک بود و یکی از واقعا مجرمان خطرناک بود. حتی مجرم که ایشون هم بالاخره 1000 تا گرفتاری داشتش، اومده بودنش تو اون بازشگاه، اونم سزاش کریزک نبودش.
اووردنش بهش دستور میده که چند نفر از قرنطینه انتخاب کنه بیاره بیرون، تنبیه کنه که درس عبرتی برای دیگران باشه. با لوله پی وی سی شروع کرد منو زدن. واقعا اصلا فکرش همش فکر میکنم من خوابم، یعنی میگفتم اینم خوابم میشه آخه، میگه آدم اینقدر واقعا شکنجه بشه آخه به کدام این گناه. بعد اینا منو آویزون کردن دوتا افسر نگهبانی اون شب، شروع کردن با لوله پی وی سی منو زدن، خیلی زدن منو. من واقعا سرته شده بودم، زبونم خوش شده. به من یه جمله‌ای میگفتن که بعد من این جمله رو تکرار کنم، جمله‌ای خیلی بدی بودش، من روم نمیشه بگم دیگه. دردا برام دیگه مهم نبود، انقدر دیگه اذیت شده بودم دیگه، دردا برام عادی شده بودش. فقط دوست داشتم بمیرم اون لحظه، دوست داشتم دیگه زنده نموشم که این دردا همه از بین بره. روز پنجم بود که تو داخل بازداشتگاه کریزک بودیم، آخرین روزی که تو اون بازداشتگاه بودیم. ما رو آوردن بیرون اون روز، همه رو آوردن داخل، بعد متعهد شدیم ما رو میخوان ببرن اوین. خیلی خوشحال بودیم از اینکه از این جهنم آخر دنیا ما زنده داریم میریم بیرون. خب تو راه داشتیم میرفتیم جلوی بیزرا بودش، خب اتوبوس ما رو نگه داشتن. بعد متعهد شدم بعدا که مثلا امیر جوادی فر تو اون اتوبوس کشته شده بودش. لاله ها بیدارن، توها دارن گل 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 آفتابو میکارن. و یه چیزی که خیلی من اذیت میکنه، من الان صحبت امیر شد، امیر خب بینایی چشش رو از دست داده بود به خاطر اون ضرب و شتمی که مامورا روش ایجاد کرده بودن. تو کریزک خیلی از مادرش چشاشو میخواست، میگو مادر چشاها به من برگردون. بعد من میتونم اینو بعدم میگم از رسوم هم خوش شد. زوزا و اینا همه اومد جلوی چشم ببخشید. اون موقع که وارد زندان اوین شدیم خیلی بوی بدی میدیدیم. مسئولین اوین اول ما رو پذیرش نمیکردن، چون واقعا همه ما خیلی از نظر خیلی ضرب و شتم شده بود به ما و هیچ کدوم حال خوبی نداشتیم. بعد خب مسئولین اوین ما رو پذیرش کردن. موقعی که تازه وارد زندان شده بودیم دو نفر من آوردن. این نفر دیدم آقای سعید مرتضایی داستان وقت تهران، دیدم پشت اون در قرنطینه وایساده با چند نفر بودن و خیلی هم انگار ترسیده بودش ایشون. بعدش به من گفتش این اتفاق از کجا برای تو افتاده؟ من گفتم خب تو کریزک منو شکنجه کردن. اون دوست دارم که بودم همین حرف زدش. آقا از کجا؟ من گفتم من این همه شاهد دارم که تو کریزک این اتفاق برای من افتاده. بعد از من خواست که نباید جایی بگم این اتفاق توی کریزک برام افتاده، باید بگم بیرون کریزک این اتفاق برای من افتاده. من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم. بعضیا فکر میکنن ما از نظام دفاع میکنیم، از حقمون هم میگذاریم. نه، خونخواهی در رابطه با اون عزیز از دست رفته ما محسن ما به عهده نظامه. انشالله این پاسخگویی، قبول مسئولیت، عذرخواهی و اینها تو رده‌های مختلف تعریف بشه که انشالله دشمنان ما به هر حال بدونن آب در هاون میکوبن. شما به عنوان یکی از کسانی که یک هفته کهریزک بود الان درخواستتون چی هست؟ من درخواستم اینه که فقط این مأموری که این کار کردن دادگاهی بشن و قصاص بشن. دو تا مأمور حکم اعدامو دادن. بعد خب خانواده‌ها اونا رو گذشت کردن که دوست داشتن اون عاملین اصلی این جنایت محاکمه بشن که نشد. و ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندیدیم و متاسفیم. خب هنوز بدنم بعد 5 سال جای اون پابندایی که پا وزونم کرده بودن، جای لولای پی وی سی که بهم زده، هنوز روی بدنم. موقعی که میرم تو آینه این جای این لوله ها رو میبینم، یا میخوام جورابم بپوشم جای پابندا رو میبینم، اون روزها برام زنده میشه. هنوز سردردهای شهیدی منو میگیره. هیچ وقت نتونستم با این قضیه کنار بیام. حالا یک بخشش درست زخمای بدن من از شاید بدن خیلی از دوستانم هم باشه که تو اون بازشگاه شکنده شدن، ولی یک زخمی هست تو قلب ما هستش که اون تا عمر داریم اونو فراموش نمیکنیم.